به نام خدا. موعظه هستم در ادامه تدریس فلسفه دوازدهم. میخوایم تدریس کنیم درس یازده فلسفه دوازدهم رو. ما تو درسای قبلی با برخی از فیلسوفای مسلمان آشنا شدیم، فارابی، ابن سینا، سهروردی. فارابی و ابن سینا رو در قالب فلسفه مشرقی خوندیم، سهروردی رو در قالب فلسفه اشتا، و در حال حاضر میخواییم با حکمای معاصر آشنا بشیم در درس یازده. حکمای معاصر مثل ملا صدرا، میرداماد، علامه طباطبایی و غیره. عنوان درس یازده دوران متأخر. متأخر یعنی اخیر، جدید. پس توی این درس عنوان درس اینه بچه‌ها، حکمای معاصر با دقت مطالعه کنید. ما بایستی متن کتاب رو خط به خط تحلیل کنیم. پس کتاب باز درس یازده یه مداد هم دستت باشه. هر چی من گفتم و بعدا هفتش بار دیگه هم تکرار خواهی کرد. اگر از آغاز ظهور اسلام تا ابتدا حکومت صفویه رابش این دوره چی متقدم، دوره قبلی، از صفویه تا دوره معاصر متأخر. پس دو قسمت میشه در بچه ها، دوران متقدم و متأخر. متقدم آغاز اسلام تا صفویه، و متأخر از صفویه هستش تا معاصر زمان حاضر. لازم است با اوضاع فلسفی این عصر و بزرگترین فیلسوفان آن آشنا بشیم. قبل از ورود به دوره متأخر اخیر باید این نکته بذارم که فلسفه در همان ابتدا رقیبی به نام علم کلام داشت. چه میگه رقیب فلسفه؟ چون متکلمان و علم کلام هم همه چیز رو به لحاظ عقلی و استدلالی بررسی میکرد. البته نه همه متکلمان. تو پرانتز رو خود بدم بگم، متکلم قبلا رو گفتم تو درس قبل، متکلم عالم علم کلامه. علم کلام در واقع چی بحث میکنه؟ اصول اعتقادات عقاید اسلامی. متکلمان دو گروه میشن، دقت داشته باشید. متکلمان دو گروه هست، معتزله، اشاعره. معتزله ها عقل‌گرایان بودند که به اصالت عقل اعتقاد داشتند، هر چی با عقلشون انطباق داشت تعریف می‌کردند. قانون دفتر تو درس قبلی مفصل توضیح دادم. و اشاعره طرفدار ابوالحسن اشعری، اشعریون. اشاعره یه نهضت ضد عقل بودن. اشاعره مثل کی؟ مثل غزالی، مثل فخرالدین رازی، که اینا درس قبل خوندیم انتقاد میکردن به فلسفه مشرق. یه دونه غزالی که داره تو حافظ فلسفه نوشته بود. پس اینا منتقدین به فلسفه مشرق بودن. اینجا داره چی؟ میگه فلسفه از همان ابتدا یه رقیبی به نام علم کلام داشت. چون متکلما هم همچون فلاسفه بحث استدلال به عقل مطرح میکردن. دانشمندان علم کلام به این میگن تحلیل خط و خط کتاب. این بهترین روش مطالعه گفتگویی هستش. بعد بفهمیم از حافظه بسمانی چندی باز دانشمندان علم کلام که روشون میگی متکلم. پس متکلم عالم علم کلام میخواستن از طریق عقل و استدلال از معارف دینی دفاع کنند. پس دفاع معتزله از دین حالت عقلی و استدلالی داشته. نکته مهم، بسیاری از متکلمان و فلاسفه مخالف بودن. گفتم باید بچه ها مثل غزالی، مثل فخرالدین رازی و از فیلسوفان انتقاد میکردن. برخی از این انتقادها آنقدر شدید بود که فلسفه رو پس از ابن سینا در بخش‌هایی از جهان اسلام به رکود کشاند.
تبکیر میکنم. انتقادهای اشعاره، متکلمان اشعاره مثل غزالی و حرازی باعث افول حکمت فرشا شد در جهان اسلام به جز ایران. تو ایران فرصدی باشه گفت نکرد. در بقیه ربات انتقادهای اشعاره، انتقادات متکلمان اشعاره به فلسفه اسلامی باعث افول و در واقع افت شدید فلسفه اسلام شد در بسیاری از نقاط جهان اسلام به جز ایران. البته در ایران این انتقادها تاثیر کمتری داشت. فلسفه همچنان تو ایران زنده بود تا اینکه پس از دوره طولانی از کشمکش‌های اجتماعی که در بین حکومت مغول می‌شد با آغاز حکومت صفویه، تو صفویه حکومت ایران ثبات بیشتری پیدا کرد. واسه همین ما در دوره صفوی شاهد رشد و گوندن اقدار فلسفه هستیم. با آغاز حکومت صفویه نقطه مهم ایران به ثبات پایدار رسید. همین ثبات پایداری باعث شد که در پایتخت صفویان اصفهان علم و دانش رو نقد بکنه و فیلسوفای بزرگی ظاهر بشن و فلسفه وارد مرحله جدید میشه. پس در دوره صفویه بعد از اینکه در صفویه در ایران ثبات ایجاد شد، فلسفه دوره جدید خودش رو آغاز کرد. گفتیم دوران متأخر از صفویه آغاز میشه. بعضی از فیلسوفای این زمان میر محمد باقر، میر داماد، شیخ بهاءالدین محمد بن حسین مشروب شیخ بهایی، ابوالقاسم بن فدرسکی و بالاخره محمد بن ابراهیم قرباقی شیرازی این سفرات خود مشهور ملا صدرا یا صدرالتنگی. خب دقت داشته باشید، ملا صدر از شیراز میاد به اصفهان در محضر این دو استاد بزرگوار شاگردی میکنه. پس دو استاد ملا صدر که شیخ بهایی بوده که میر داماد بوده، میر داماد استاد فلسفه ملا صدر بوده و شیخ بهایی استاد فقه و اصولش بوده در اصفهان. باز تبکیر میکنیم، پس دو استاد بزرگ، یکی در واقع میر داماد بوده و در واقع یکی شیخ بهایی بوده و یکی هم در واقع فدرسکی و محمد بن ابراهیم قرباقی چیز از همچی مورد از سردار سردارانی که در واقع توی این درس تبکید و عمده و برمکی دستش مورد استفاد. بیریم صفحه بعدی. مورد از سردار شیرازی بنیانگذار حکمت متعالیه، متعالی تعالی بدتر بالتر، صاحب حکمت متعالیه ملا صدرا یا صدر متعلمی نشیدازه. در سال 979 قرن ده و یازده بیشتر قرن یازده بوده تا اواخر قرن ده متولد شده، در شیراز دنیا میاد. تحصیلاتش آغاز میکنه در شیراز، پس از مرگ پدرش میره اصفهان، میراث رو در بخش ارث سند و تحصیل در اصفهان کرد و به عالی‌ترین مراتب حکمت رسید.
وین ابتدا رفت کلاس درس شیخ بهایی و سپس به اشتغال شیخ بهایی رفت کلاس درس فلسفه نیمهان که بنیانگذار حوزه فلسفه اصفهان با سبکی نیمهان دوتا استاد داشته. اول این کلاس شیخ بهایی از شیخ بهایی فقه و اصول یاد میگیره، بعد پیشنهاد شیخ بهایی میره کلاس فلسفه که این میدامان پس استاد فلسفه مولانا صدر کی بوده؟ میرداباد معلم صدرس. میرداباد نقطه مهمی فیلسوف مشاهیه که میخواست حکمت مشاه رو با اشراق در بزن و مشاه رو تفسیر اشراقی کنه. میرداباد پس فیلسوف مشاهیه اشراقیه، میرداباد مشاهیه یه فیلسوف مشاهیه که میخواست مشاه رو با اشراق در بزن به مشاه جمعه اطلاعی و اشراقی بده. چی؟ میرداباد نقطه بسیار رو بیاره مشاه ردش روش فکری این دو استاد اون دو استاد شیخ بهایی میرداباد که علاوه علوم روز در عرفان هم در واقع از دوام بودن روح و جان ملا صدر رو به ذوق عرفان اشراق احساس کرد و ایشون در این دوره درک جدید از علم معرفت پیدا کرد. پس میرداباد و شیخ بهایی روح و جان ملا صدر رو با ذوق عرفان اشراق کرد. در ادامه لطفاً کار صفحه بیارید، کار صفحه رو برسونه بزنم. کار سبز حتما مطالعه بشه، کار سبز حتما مطالعه بشه. ملا صدر بحث علم درونی، علم پاورقی خیلی مهمه. علم درونی علمیست که بنده بدون واسطه بشر از خدا میآموزد. علم درونی با دقت بچه پاورقی خواهد بود، پاورقی بسیار حساس و مهمه. ببینیم صفحه بعدی. در ادامه زندگی آورش ملا صدر پس از تکمیل تحصیلاتش به شیراز برمی‌گرده. تو مدرسه خان شیراز که از خرابه‌هاش در شیراز هست تدریس می‌کنه. تو مدرسه رقیبان و بهش حسد ورزیدن، مولا رسالت خیلی از رقیباش قرار می‌گیره. او به ناچار عازم قم میشه در روستایی به نام کوهک که حد فاصل قم و کاشان هستش. 15 سال از عمرش رو به تفکر و عبادت و سلوک سپری می‌کنه. خوب دقت داشته باشید. ملا صدر پس از تحصیلاتش به شیراز برمیگرده. در شیراز مولا رسالت قرار می‌گیره. یه عده در صدر اذیت و آزارش قرار می‌گیرند. ملا صدر در زندگی‌نامه‌اش گفته حقیقت این است که زمانه مرا به جماعتی کودن مبتلا کرده است. جیره یه مشت آدم خودم افتادم چون حال را به یه مقام دیدم آزوغ خاطر در برخی روانی منزوی گشتن موزنی شما دوستن را از شیراز در میرم زنده که از دوستن قوم میره 15 سال تمام در کوهک قوم میمونه زندگی میکنه. توی 15 سال عبادت میکنه مطالعه عبادت را مطالعه کنند. ملا صدر بسیاری از مواردی که در واقع نسبی چوچه دازه این توی 15 سال نسبی شده در خاطراتش نوشته آنچه را که در اثر از طریق عقل و برهان قرار گرفته بودم از راه شهود هم بهش رسیدم. ببین میگه آنچه که اثر از راه عقل به دست آورده بودم از راه شهود هم بهش رسیدم. یعنی ملا صدر هم یه حکیم اشراق شده، هم به استدلال عقلی رسیده هم به شهود قلبی رسیده. ملا صدر زندگی نامه شما بچه ها میخونم ببینیم ادامه درس ملا صدر پس این دورانی که میشه خیلی سخت گذشته در میگه روزای ما و مطرح بکنه ملا صدر حتما حتما بچه همون دانشگاه جمهوری زندگی نامه شما دلتر بچه ها خواهد بید حاشیه ها فراموش نشده، حاشیه ها فراموش نشده. خب خلقت روزینی و تفکرات و تعملات امیر طولانی و عبادت ها و ریاضت ها به تدریج عقل و جان ملا صدر رو برای جهشی بلند در سفر معرفت محیاست را آماده کرد. پس چه آمده این خیلی خلق موسیقی ریاضت در باشه مطالعه کرد عبادت کرد
خلوت بسیدی، تفکرات، تعملات عمیق، عبادت ها و ریاضت ها به تدریج زمینه چی رو فراهم کرد؟ باعث شد عقل و جان اون بستن را برای جهش بودن دست بر معرفت آماده بشن. انوار حکمت، امواج نور بر او تابید و الطاف الهی پیوسته بر وی جاری نشد. اسرار و امور بر او آشکار شد تا آن زمان آشکار نشد. میگه آنچه را پیش از آن به قرآن اینو به خدمت شما عدم افتادم، آنچه را پیش از آن به قرآن فرامنده بود از راه شهود قلبی هم بشنسید. یعنی هم استدلال عقلی و هم شهود قلبی. پس از 15 سال بار دیگه به شیراز برگشت و زندگی آتش برگشت. این بار حاکم شیراز اونو که از سرپرست مدرسه خان حاکم شیراز اضافه اونو تحویل میگیره و اون رو رئیس مدرسه خان در شیراز. این مدرسه خانه اصلی علوم عقلی در ایران تا آخر عمرش هم زندگی صرف علم و تحصیل میکنه. در سال 1050 گفتم قرن 11 میشه فوت میشه. ایشون از من 7 بار کمک گرفتن و 7 بار با پای پیاده رفته مکه برگشته. در هفتمین سفرش وقتی از مکه برگشت در بصره عراق فوت میشه، در بصره عراق فوت میشه و در واقع در مرمل اونم در نجف همشن هست میشه. در علاقهش اما تعریفاتش رو یک بجرد علاقه تعریفات رو برسن. خب تعریفات خیلی زیاد داره. مهمترین کتابش اسفار عربه، اسفار سفرهای چهارپایه. ملا صدرا در کتاب اسفار عربه مراحل سلسله که عرفانی که من عرفا گفته بودم بهشون حالت عقلی و استدلالی داده. ترجمه کنم، عرفا معتقدند یک سالک یا عارف برای که سیر سلوک کنه به سمت حق بره چهار مرحله بسیار دشوار رو باید پشت سر بذاره. حالا ملا صدر در اسفار اربعه گفت هر کدوم از مباحث عرفانی شامل کدوم مباحث فلسفی و عقلی میشه. این در اسفار اربعه ملا صدر چیکار کرد؟ نقطه یادداشت کن. ملا صدر در اسفار اربعه اومد سلوک عقلی و استدلالی رو با سلوک عرفانی هماهنگ کرد. تأکید می‌کنم سلوک عقلی و استدلالی رو با سلوک عرفانی هماهنگ کرد. کی مولا صدرا؟ اسفار اربعه بهش خلاص دیگه چی؟ اسفار یک نوع دائره المعارف چیه؟ خانم ما به آقای بود فلسفیه ضمن بیان افکار خودش نظرات ابداعی و مستقل هم میکنم چون ضمن بیان نظرات فلاسفه قدیمی مثل مولاست مثل سوره برگی و ابلستان و غیره میاد نظرات جدید خودش رو مطرح کنه. پس اگه گفتم مولاست الله در کدوم کتاب حکمت رو متعالی رو تخصیص کرد؟ در اسفار. این کتاب با الهام از سفرهای چهار مرحله عرفا تقسیم میشه. گفتم عرفا میگن انسان در سلسله که آرزوهاش چهار مرحله پشت سر بذاره در 9 جلد هم چاپ شده. شواهد روانی کتاب برداشته کتاب موضوعش فلسفیه با شیوه اشراقی و میشه سنت روی اهل تربیت یافته از کتابهای اولیه مولانا صدراست. اون نظرات اول خودش رو نگاه کنید. پس اول آراء فلسفی مولانا صدرا در شواهد روانیه تفسیر قرآن نوشته. تعداد از قرآن رو در واقع تفسیر کرد. مولانا صدرا رو اینا میگن داره مفاتیح الغیب با اسرار و آیات که تو از زیاد داره چند شنا بودیم پاورقی و بچه های مدرکی خواست داشته شده باشید. بریم ادامه باشید. مبدأ و معاد
خلاصه نیمه دوم اسفار. اسفار چهار مرحله بود. این نیمه دومش تقریبا خلاصه. خلاصه شامل خداشناسی و بحث مباد. خیلی مهم. بحث مباد و خداشناسی. از کدوم مهمتر مورد استفاده است؟ مبدا و مباد. مشاعر چطور کوچیکیه؟ در مورد وجود و موضوعات میشه. مظاهر الهیه مثل مبدا و مباد و در حجم خلاصه مبدا و مباد. حدوث آدم در چگونگی خلق جهان در نظر فلسفیه. مولانا سردار توی کتاب نظر فلاسفه یونان و مسلمان نقد و نقد و نقد میکنه و ذهن نظر خودش هم مطرح میکنه. یه بار دیگه نقطه مهم زیاد داشت با دقت که ما دونه دونه بررسی میشه احتمال این در کنفرانس یا سوالیات بسیار زیاده. حدوث آدم چگونگی خلق جهان نظر فلاسفه یونان مسلمان اونا رو نقد نظرش مطرح کنه نظر خودش رو مطرح میکنه. اما یکم مدر خب مشکل فلسفش خب مشکل روش فکریش ما قبلا داشتیم روش مشکلی و عقل استدلال روش عرفا شمول عرفانی و غربی و باطنی روش سهروردی شهود قلبی و استدلال عقلی هرچند بیشتر شهود قلبی و بیشتر بیشتر که میگه سهروردی اما ملا صفرا روشش سه ترکیب میشه. ملا صفرا روش فلسفیش چه بوده است؟ ترکیبی از برهان عقلی به اضافه شهود قلبی به اضافه وحی برهانی. برهان عقلی، شهود قلبی و استدلال عقلی در وحی برهانی هستند. فلسفه مورد استدلال اسمش حکمت متعالیه نتیجه تکاملی دو روش خودش هست. این چی؟ نتیجه این دوتاست مشهور اشراق. پس متعالی حالت تکاملی یافته مشاق اشراق و نیز عرض دائمی و فهم و عرض دائمیش با وحی الهی برقرار وحی در شخصیت وجودی مولانا صدرا برهان عقل شهود قلب به خود ستا یک برهان عقل دو شهود سه وحی برهان با هم قلیت الفت یافتن الس و این الفت فلسفی برای که سرآمد فلسفه های قبل پس کتاب میگه فلسفه متعالی سرآمد و حالت تکامل یافته فلسفه فرقی بهرمندی مدرسه از عرفان و شروع یا بر فلسفه رو از معیارهای پذیرفته شده در درجه فلسفه توی نمیسازن ها خصوصی هم مهم کلا میگه این که ملا صدرا به عرفان و شهود و وحی قرآن توجه داره دلیل اینجه که از اصول فلسفی در واقع تخطی کرده باشه و اون ملا صدرا یک فیلسوفه چون در واقع هستی و وجود بحث میکنه. موضوع فلسفی چه بود؟ موجود به ما خوب هم موجود موجود به ما خوب هم موجود یعنی موجود از آن جهت وجود داره. پس هرچند مولانا صدرا از قبل شهود قلبی قرآن کمک میگیره ولی هرگز اصول و چارچوب فلسفی کنار نمیذاره. همیشه مولانا صدرا یک فیلسوف محاسبه میشه و حساب میشه. یا دیگه بهرهمندی و استفاده مولانا صدرا از عرفان و شهود فلسفه او را از معیارهای پذیرفته شده در درجه فلسفه تولید میکنه و به عرفان و کلام تبدیل میکنه زیرا وی در نهاد فیلسوف میدونه که میزان فلسفه بودن یک مدرسه اینه که اولا هر مدرسه در مورد موضوع فلسفه رفت داشته باشه. موضوع فلسفه چه وجود اینا موجوده به ما خود هم وجود این وجود موجود از آن جهت وجود داره. ثانیا
متکی بر عقل استفاده عقل باشه، نه شعور قلبی و یا نقلی، نه کلام. جواب دیگه، پس قول دستر اون داریم اصول فلسفی رو رعایت کرده. اول از همه اینکه در واقع در اون موضوع فلسفه بحث کرده، وجود دوم از ابزار فلسفه، روش فلسفه خارج میشه. ابزار فلسفه چیه؟ عقل استفاده. پس قول دستر یک فیلسوف نه یک عارف نه یک متکلم. ایشان این اصل رو در آثار فلسفه خود به خصوص در اسفار مراعات کرده و در هر موردی که از شهود یا وهم بهره‌برده از این مبنا نه به عنوان پایه استدلال بلکه تأیید و شاهد آن را در خیال بیس کار چه عقل استدلاله. هر که از شهود یا وهم بهره‌برده میگیره وهم بهره‌برده و شهود میگیره برای تأیید عقل که عقل منافق و قرن یا وحی قرآن نداره. قبلا خوبی مولا سرده در کتاب مبدا و مبدا چی که گفت فلسفه یازده داشتیم دوازده ها داشتیم. مولا سرده گفت افسوس و نفرین به حال فلسفه که قوانش منطبقه بر کتاب و سنت نباشه، افسوس به حال فلسفه که قوانین فلسفه منطبق بر قرآن نباشه. پس فلسفه همش قرآنیه. فلسفه چون از با استدلال کار داره، پس منابع حکمت مطالعه بیرون پایتر بله مبحث بعد دون قسمت منابع حکمت اشراق مثلا با منابع حکمت مطالعه مولا سرور از چهار تا منبع کمک گرفت در تدبیر حکمت مطالعه. یک فلسفه مشاع، اشراق، عرفان، قرآن. تو فلسفه مشاع به ویژه استناد میکرد به اندیشه های مستدل ابن مستدل استدلالی ابن سینا. مولا صدرا از فلسفه اشراق و سهروردی خیلی کمک گرفت در تدبیر اندیشه هاش، به ویژه از عرفان کمک گرفت. و شخص محی‌الدین عربی، محی‌الدین عربی بنیانگذار عرفان شیخ اکبر باشیدن یا ابن عربی و از تعالی و قرآن رسول در احادیث رسول خدا و غیره حیمه اطفال استفاده کرده. پس چهار منبعی که مولا صدر ازش کمک میگیره در تفکیر فلسفه مشاع، اشراق، عرفان، قرآن و تعالی و آسمان. خب پاولگی رو حتما محی‌الدین عربی ملقب شیخ اکبر ابن عربی در واقع عرفان نظری رو در واقع ایجاد کرده با دقت مطالعه خواهد. میریم صفحه بعدی. خب کارت سبز و حاشیه ها حتما دلیل دلیل مطالعه میشه. باز تاکید میکنم پاسخ تمرین ها و فعالیت ها رو توی فایلی تو کانال خودم گذاشتم افسر علی‌مرضی. خب یه مبحث خیلی مهم تا حدی پیچیده و خیلی با دقت بخونیم و خیلی حواسمون رو حتما جمع کنیم توی این قسمت. اصول فلسفی مولا صدرا به عبارتی میشه که اسمش رو فرستاد این گذاشت مبانی حکمت متعالیه. مولا صدرا بر مبنای چه اصول فکر کنه؟ چند تا اصل فلسفی خیلی مهم. اول از اصالت وجود، اصالت وجود این مهمترین اصله. قبلش کتاب خط به خط تحقیق کنیم، موقع مطالعه از هیچ نقطه نباید گذر عبور کرد. فلسفه مولا صدرا یا مطالعه دارای اصول فارمایی است که تا عصر وی یا تحت و زمان او یا تحت نشد و ابتکار ایشان بود یا به صورتی که مولا صدرا را نقدم هم قرارداد و تحت فرمان کرد تا زمان او انجام نشد. یعنی چی؟ یعنی مباحثی که مطرح کرد یا اولین بار خود مولا صدرا مطرح کرد یا اگه مباحث قبلا هم مطرح شده بود این آقا اومد ترکیبی و دقیق‌تر اونها رو بررسی کرد. با توجه به مستدلی بحث و ضرورت طرح مقدمات مختلف برای تعریف اصول از بیان تفصیلات ها میگذریم و به معرفی اجمالی آنها
پس اصول حکمت مطالعه تو این قسمت به طور خیلی اجمالی و خلاصه بحث میشه. مهمترین بحث اصالت وجود، نقطه یادداشت کرده بریز که حکمت مطالعه مبتنی بر اصالت وجود است. تأکید میکنم حکمت مطالعه مبتنی بر اصالت وجود است. درسه اول یه اصل رو مطرح کردیم به نام مقایرت وجود واقعیت در ذهن تأکید کنم. یه اصل بود به نام مقایرت وجود و واقعیت در ذهن. ما گفتیم هر واقعیت میتونه از دو جنبه بررسی بشه، یکی وجود یکی واقعیت. من هم ماهیت دارم هم وجود دارم. ماهیت هم چیه؟ احسان بودن هم حیوان ناطق، حیوان مفهوم که و وجود من، بودن من، هستی من. پس من از دو جنبه بررسی هستم. من دو جنبه دارم، ماهیت، انسان، وجود، هستی. حالا سوال اینجا نه اصالت با کدومه؟ واقعیت با کدومه؟ کدوم اصله؟ وجود یا ماهیت؟ مولانا سلطان قطعا میگه وجود. چرا؟ چون همه وجودات در اصل وجود با هم اشتراک دارن. ما همه تو وجود با هم وحدت داریم. ماهیت ها با هم یه فرق کنه. ماهیت من انسانه، این ماجی که اون کمتره، اون ستاره هست، اون خوشیده، اون کتاب داره. ماهیت ها متفاوت و کثیرن. متفاوت و کثیر یعنی زیاد هم ولی همه این ماهیت هم توی این اتاق کلاس سالن کلی ماهیت متفاوت وجود داره ولی همه اینا توی اصل با هم مشترک هم. اون اصل چیه؟ وجود و هستی. واسه این مورد اصلاف اعتقاد داره همه ماهیت ها توی هستی با هم وحدت پیدا کنه. بهش میگه اصالت وجود. اصالت وجود این مهمترین اصل حکمت مطالعه است. حتی اصلای بعدی مثل تشکیک وجود، وحدت وجود، حرکت جوهری، فقر وجودی که بعضیشون که توضیح نداده واسه ما، همه این اصول مبتنی بر اصالت وجوده. مثلا گفتم حکمت مطالعه مبتنی بر اصالت وجوده. اصالت وجود مهمترین اصل فلسفه مدرن است. این از بنیادی ترین اصل مقدس فلسفه مقدس است. مهمتر اصل گفتم در سایر مباحث فلسفی به صلاحات علت و معلول وجوب و امکان مراتب هستی و حرکت تأثیر عمیق داشته. پس اصالت رو که خطر میکنه بر بقیه مباحث فلسفی ایشون تأثیر عمیق داره و من این پیدا کنم به طور مختصر توضیح بگست کنیم. وقتی ما چیزی رو مشاهده می‌کنیم و متوجه بودن آن میشیم بگیم این هست. تو این جمله از وجود و هستی آن استفاده می‌کنیم. اگر متوجه چیستی آن نشیم بگیم این سیب است و با این جمله چیستی و ماهیت رو بیان کنیم. پس از هر چیز خارجی یعنی هم واقعی خارجی دو مفهوم به ذهن ما میاد، وجود ماهیت. پس هر واقعیت از دو جنبه بررسی میشه، وجود ماهیت که البته وجود ماهیت نیست. به تو گفتم تا اول رو بررسی کردم مقایرت وجود ماهیت در ذهن. وجود در میان همه اشیاء مشترک، وجود در میان همه اشیاء مشترک اما هر شیء ماهیت خاص خودش داره. تاکید کنیم آقا جون ماهیت ما هم متفاوته. گفتم ماهیت این اون یه چیزی است ولی هر دو این دو تا در وجود با هم اشتراک دارن. لذا ماهیت ها جنبه تمایز و اختلاف از شیء وجود جنبه وحدت ها تاکید کنیم که با دیگه تاکید می‌کنم برای مثلا یه خورده پایین‌تر هر روش تحکیل کنم داره یه چی؟ وجود مشترکی به همه است اما هر شه ماهیت خاص مشتره. ماهیت جمعه تمایز و اختلاف وجود بشت وحدت اونها فرقی کنم نقطه بسیار مهم اینجا تو کار سرد تحکیل مجدد وجود میگه همه اشیاء آدم در بودن و هم تفاوت ندارن وحدت وجود. ما
اشیاء اساس ماهیت با هم تفاوت داره. چسبت، چسب تفاوت، ماهیت ها چسبیدن، متفاوتن، زیادن، اما همه در اونجا مشترک. این دو تا عبارت رو در یک جمله خلاصه می‌کنم. بهش میگن وحدت در عین کسرت و کسرت در عین وحدت. پس به این نقطه هم اشاره کنید. در ادامه حال با توجه به این واقعیت، این که واقعیت خارجی یک چیزه، واقعیت خارجی هم وجود بود، این واقعیت حتما مثال مفهوم چی وجود یه واقعیت جوابش وجود منصفه ته مباحث مفصل ساده کنه که واقعیت خارجی همان وجود است. به عبارت دیگر آنچه واقعیت خارجی را تشکیل دهد وجوده، آنچه واقعیت داره وجوده، نه ماهیت. از آنجا که هر وجودی با تعیین خاص، تعیین ماهیت خاص، تعیین ماهیت خاص میشه در خارج، پس از این تعیین خاص وقت ماهیت درست کنه، تعیین خاص ماهیت. مثلا وجود انسان ویژگی ها و ماهیت های خاص داره که زمین اساس مفهوم انسان در زمین خاص و وجود اصل ویژگی ها و تعیین دیگری دارد که مفهوم اصل رو زد ما میآورد. پس اینا هر دو ماهیت خاص خودشون هم دارن، اما اصل انسان رو چی بودن مشترک هم تو وجود. پس اصالت و واقعیت خارجی ها از آن وجوده. پایتر خیلی مهمه، میخواد نتیجه بگیری نسبت به سوال آنچه واقعیت دارد، آنچه واقعیت خارج رو تشکیل میده و در خارج اصالت دارد، وجود انسان رو هست نه ماهیت آنها. و ماهیت انسان رو هست محبوس از این گروه ها انتظار میشود، ساخته میشود. پس ماهیت ها انتظاری هست، وجود هسته، نکلی هم نشده. ماهیت ها اعتباری و ساخت و پرداختی زدن، ماهیت ها اعتباری هم. ماهیت اعتباری و اعتباری، وجود اصالت و واقعی، دقیق که بازی نیستم. ماهیت مفهوم انتظاری و اعتباری، اما وجود اصیل و واقعی دلالش رو بودیم. پس اصل اول فلسفه مبنستن را بر اصالت وجود تکیه میکنه. در ادامه یکی دیگه از اصول فلسفه مبنستن را وحدت حقیقت وجود به مبنسه فقیقت داره. همه موجودات در وجود حقیقت، در حقیقت هستی با وحدت داره. مرنستقا با تکیه بر اصالت وجود، با تکیه بر اصالت چی؟ وجود. درسته؟ و با تکیه بر اصالت وجود میگه حاج اصالت با وجوده و وجود هم امری واحد و بچه مشترک همه اشتراک گفتیم وجود بچه اشتراک همه وجوداته، همه تو وجودات اشتراک دارن. پس واقعیت خارجی امری واحده. این چی؟ این وحدت وجود، وحدت دقیقا بخواهدگر، وحدت حقیقت وجود. این حقیقت واحد همان هستی، همان وجود. یه نقطه در آن فکر کرده اشیاء و موجودات در حقیقت هستی همان وحدت دارد، وحدت وجود نمیشه برد. حالا نقطه که مهمتر دیدیم یه از مبانی فکری مورد استدا تشکیک وجود، تشکیک وجود. خب تشکیک یعنی شدت و ضعف، شدت و ضعف. خب ببینید بیاد به درس بعد صبح بعدی از به خدا گفت مرون اما صبح بعدی از واقعیت اشیا با چون ما یاد میکرد نور بعد میگفت آیا
همه موجودات به یه اندازه از نور برخوردارن؟ خیر. سهروردی میگفت تو دست ده میگفت تفاوت موجودات در شدت و ضعف نورانیت هست. در چیه؟ شدت و ضعف نورانیت هست. ملا صدرا میگه همه اصالت با واقعیت با وجوده، همه به یه اندازه از وجود برخوردار نیستن. وجود مشکک هستش، مشکک این تشکیکی، این شدت و ضعف. همه به یه اندازه از وجود برخوردار نیستن، قطعاً برترین مرتبه وجود وجود مطلق که خداست. وجود مراتب داره، وجود زو مراتبه، زو مراتب داره مراتب مختلف. قبل از تشکیل وجود خلاف بگم ما دو تا مفهوم داریم، دقت داشته باشیم. یه مفهوم متقاطی داریم، یه مفهوم مشکک. یادداشت کنید مفهوم متقاطی و مشکک. متقاطی جو من چیزی رو شما یادداشت کنید. متقاطی یعنی به یک اندازه، به یک اندازه و افرادش صدق میکنه. مشکک اسم دیگه چیز استعاص جده زو مراتبه. مشکک یعنی به یه اندازه بر افرادش صدق نمی کنه، یعنی مراتب مختلف داره، یعنی شدت و ضعف داره. یا دیگه ما با دو مفهوم میخواییم جا چه بشیم، متقاطی، مشکک. متقاطی به یک اندازه افرادش صدق نمی کنه، مثل انسان. همه ما هم به یه اندازه انسان، انسان ها همشون لازه ذات و ماهیت یکی هستن. همه این باید باید اینکه اخلاق اون رو مثلا اون شغل اون رو نجات اون رو غیر و غیرمان فرمودونه، این اختلاف در عرضیات، در عرضیات، در امور عرضی ها فرق بودن از کار در ذات ماهیت همه به یه اندازه انسان. پس ماهیت ها متقاطی هستند، اما وجود مشکله، زمرتبه. مثل نور، نورم که قبلا داشته مشکل و زمرتبه. شیرینی شدت زرف داره، شیرینی اصل کجا، شیرینی قلب کجا، شیرینی قلبوی خوبون کجا داره. ماهیت ها با هم متقابل داره، ماهیت ها یکی هم وجود ها با هم متقابل داره. اینجا مثل همون شیرینی شدت زرف داره، وجود هم شدت زرف داره. پس توی نسبت، توی نسبت مولا صدر اعتقاد داره اختلاف میان موجودات، نقطه رو یادداشت کن، اختلاف میان موجودات ناشی از شدت و ضعف مرتبه وجودی آنهاست. ناشی از چیه؟ شدت و ضعف مرتبه وجودی آنها. خب یه نقطه، پس ما نور ضعیف داریم، نور قوی داریم، تاریکی هم داریم. یه سوال فنی، آیا نور ضعیف، نور ضعیف از ترکیب نور قوی و تاریکی ایجاد میشه؟ خیر. مولا صدر میشه اگه نوری ضعیفی به ذات خود ضعیفه، هیچ وقت اصلا نور و تاریکی با ترکیب نیستند. پس بر همین اساس ها ما موجود ضعیف داریم، موجود قوی داریم، عدم و نیستی هم داریم. آیا یک موجود ضعیف از ترکیب موجود قوی با نیستی ایجاد میشه؟ خیلی. مولا صدر اعتقاد داره اگه موجودی ضعیفه به ذات خود ضعیفه، همین از ضعف نداشته از بالا فکر گرفته، بیشتر ضعف نداشته. هیچ وقت هستی و نیستی عدم با هم ترکیب نمیشن، ترکیب اینا داره. همونطور که نور ضعیف داریم، نور قوی داریم، تاریکی هم داریم، موجود ضعیف داریم، موجود قوی داریم، نیستی و عدم هم داریم. هیچ وقت دو تا گفته نور ضعیف در اصل ترکیب نور قوی و تاریکی ایجاد نمیشه، و هیچ وقت هم یک موجود ضعیف در اصل ترکیب موجود قوی با نیستی ایجاد نمیشه. خب ادامه
تشکیل وجود چه در زهر مرقبه وجود وجود حقیقت ماهره داشته من حقیقت وجود برده باشه اما این حقیقت ماهر مراتب و درجات دارد و به اصطلاح منطقه را مشکل است مشکل و متوافی اصطلاح منطقه به نظر برسه تشکیک وجود شدت و ضعف داشتن وجود مثل شدت و ضعف در نور است دوله همون که نور شدت و ضعف داره وجود هم شدت و ضعف داره بودم باز تحقیق کنم کی میگفت شدت و ضعف نور؟ سهروردی کی میگه شدت و ضعف وجودی؟ مولا سهروردی نور حقیقت یه داده است اما شدت و ضعف داره در این حال شدت و ضعف نور از حقیقت نور خارج نیست همش نوره برای اون که زنگی برد باشه نور از هم جهت که نور از تبعیست نه اینکه با چیزی تبعید شده باشه و نور از هم جهت که نور از تبعید است نه اینکه با چیزی که سنالیتی تبعید شده زنگی شده باشه این دو دختر خیلی برد بزنن و افتاد خیلی ساده با خبرد شد بگه نور چه ضعیف باشه چون تو قبل باشه نوره هیچ وقت نور ضعیف هم از ترکیب نور قوی با تاریکی ایجاد نمیشه زیرا تاریکی با نور تبدیل زیرا تاریکی چیه؟ نبود نوره وجود هم همین جوریه وجود قوی با چیزی خارج از خود ترکیب نمیشه چی؟ اینجا وجود با نیستی با هم ترکیب نمیشن زیرا خارج از وجود چیزی نیست که وجود ضعیف هم به همین ترکیب پرده علاوه بر این اصول مولاستر و اصول دیگه هم مطرح میکنه مثل حرکت جوهری در آیات طبیعت احکوف و مستد طبیعت ها این چه مولاستر ها و این توضیح خیلی بخطی تو بدم یکی از اصول فکری مولاستر ها حرکت جوهری میگه جوهر و وجود اشیا ثبات نداره سریال دائما در حال تغییر تحول و حرکت به سمت عالم بالا و مواد هستش خب ببینید اینجا مورد استفاده میشه در ادامه درس دوره معاصر حکما به سمافوری و علامه طباطبایی معتبری و زندگی ناموشه خیلی خلاصه و مختصر مطرح کرده بچه ها دوسته با دقت در بفرید سابقه قبل از این فیلسوفای معاصر توی این قسمت و سابقه آخر سوال خیلی کم اومده اما در این نمیشه که انسان نیاد پس اون خط آخر رو باید دقیق مطالعه بفرمایید بسیار تو ادامه درس بعد از مختصرها باز بعضی از فیلسوفای معاصر آشنا بشیم من به زندگی نامه دارم سریع براتون میخونم جای مهمشون مشخص کنم براتون توی منزل چندی بار دارم شما مطالعه خواهی کرد نقطه مفهومی خاص بود شما شده ببینم دوره معاصر فلسفه مختصرها و متعالیه پس از ایشان به عنوان آخرین دستاورد فلسفی فلسفه در جهان اسلام کرده شد اصلا میگن بعد از مولاستر ها جامعه ایرانی یه جورایی به لازم فلسفی افت شدید میکنه اکثر فیلسوفایی که بعد از مولاستر ها بودن مفسر فلسفه مولاستر ها بودن تفسیر کننده مولاستر ها بودن فلسفه بزرگ صحرایی مولاستر ها بودن تلاش نظرات عمیق و گاه پیچیده مولاستر ها رو تحلیل کنن و به دانشجوهای فلسفه آموزش بدن تا اینکه این میراث به روزگار معاصر برسه در روزگار معاصر فیلسوف رفیعی قزوینی مهدی آشتیانی آقای محمد کاظم اصلاح و آقا قمشهری مشغل حضور به حکمت رو روشن میدن داشتن تا ورقی خیلی مهم گفتم تو مرده مفهوم چند کس گفتم متواتی روشنده متواتی به یک اندر بر افراد بیستد میکنه مثل امسان به یه اندازه ماهیت مشکل به یک اندازه صدق نمی کنه زوم مراتب شدت و ضعف داره با دیگر پاورقی و اشکال خواهیتون بیدیم صفحه بعد حاشیه ها فراموش نشه با دقت
از میان فلسفه دوره معاصر حوزه دست فلسفه امام خمینی یکی از پرنقش‌ترین حوزه‌های فلسفه معاصر در اکثر علوم، در همه علوم تلقی داشته در اسلامی در فلسفه همینطور گرچه جنبه سیاسی فقهی ایشان در انقلاب باعث شد به دیگر ابعاد شخصیتش کمتر تلاش میشه اما واقعیت اینه که ابعاد فلسفی و عرفانی چون بسیار درخشانه این مهمه به طوری که بسیاری از شخصیت‌های فلسفی معاصر قبل از امام قبل از اینکه من در کلاس علامه از کلاس امام استفاده میکردم دو نکته مهم داشت اول اینکه رهبری امام خمینی در انقلاب وارد شد به دیگر ابعاد شخصیت ایشان چند فرق وارد شده باشه امام در اکثر علوم اسلامی و فلسفه فرق داشته فلسفه رو با زبان ساده و سلیس مطرح میکرده بسیاری از فیلسوفان معاصر میگن ما قبل از اینکه بریم کلاس درس فلسفه امام بکنی کلاس درس علامه که خیلی مواضع پیش نمیفته اول کلاس درس امام خمینی میرفتن یکی از این شخصیت ها شنگ بفرمی متحقی هم شاگرد علامه و متحقی بوده هم شاگرد امام خمینی متحقی سالها از محضر امام خمینی هم استفاده کرده و پایه‌های فلسفه خودش رو استوار کرد در محضر امام از استادان حضور فلسفه نقش داره که امام خمینی در تدریس حکمت روحانی و ملاستر را بسیاری از مدارس ملاستر را با قدیده و با زبان و لحن بی نظیر چنان تفسیر ارفان میکرد که از سطح بیان ملاستر را فراتر پس مدارس ارفان ده حتی بعد شما فراتر از ملاستر را تدریس میکرده ایشون در طرح مسائل ارفانی هم به نقاط بسیار کم نظیر و تازه همیشه اشاره میکرده کی از امام خمینی؟ میریم صفحه بعدی یکی دیگه از فیلسوفای معاصر حکیم بزرگ دوره معاصر علامه طباطبایی هستش بزرگترین شخصیت فلسفه معاصر یک دو وارث و حکمای بزرگ اسلام بزرگترین شخصیت فلسفه معاصر و وارث حکمای بزرگ اسلام چیه علامه طباطبایی در سال 1281 در تبریز متولد میشه زندگی نامه‌هاش رو دقیقا بچه ها خواهد کنه در علوم مختلف تبرع داشته خب از زبان خودش که کسی مواس مطرح میکنه در ابتدای زندگیش به تحصیل خیلی علاقه نداشته بعدها متحول میشه سمت علوم نامش میره پیشون خود جناب علامه طباطبایی حاشیه ها دقیقا خونده میشه بچه ها خدمت شما که ببینیم صفحه بعدی گفته با غیر اهل علم میکنن معاشرت نداشته فقط با اهل علم معاشرت داشته ایشون قبل از که بره کلاس مباحث رو مطالعه میکرده یه وقتی که در درس خوب میافتم از آنچه استاد گفت قبلا آگاه بودم و هرگز به اشتراکش استاد نبودم در سال 1325 میره قوم و اداره تحصیلش و با این کار تحول عظیم در حوزه علمیه عمل میزنه پس همین که علامه طباطبایی هجرت میکنه از تبریز به قم تحولی از این در حوزه علمیه قم ایجاد میشه در واقع ایشان میفرماید در پیام نه از فلسفه و معقول خبر در حوزه و نه از تفسیر قرآن درسته بر خود لازم دیدم یک درس فلسفه یک درس تفسیر قرآن یک درس اخلاق در حوزه شروع کنم خود علامه شروع میکنه تدریس فلسفه و قرآن و اخلاق در حوزه نتیجه تدریس ایشون هم تبعیت شاگردای زیادی بوده که بعضی از شما بوده خود شهید مطهری شهید بهشتی با هنر شهید هنر جوادی آیت‌الله جوادی آمانی آیت‌الله حسن‌علی آمانی و آیت‌الله بسمانی هستی شاگردایی که بودن علامه طباطبایی بودن صفحه بعدی اما تأثیر فرهنگی علامه بر جهان اسلام فعالیت علمی علامه
در زمانی آباد شد که اندیشه های جلد مکتب‌های فلسفی از اروپا به ایران آمده بودند. تفکرات ماتریالیستی و مارکسیستی، ماتریالیستی مادیگری، ماتریال، ماده. پس ماتریالیستی چی؟ مادیگری. و مارکسیستی کمونیستی در حال گسترش ایران بودند. ایشان اومدن با از با طلاب مستعد با استناد کلاس درس برگزار کرد. نه کرد علامه طباطبایی نه کرد انتقاد کرد به این دو مکتب ماتریالیست و مارکسیست. حاصل اون کلاسه یک حوزه علمیه گذاشت، حاصل اون کلاسه شون کتاب اصول فلسفه در بشه رالیست. الان شرح اصول فلسفه رو شهید مطالعه بوجه در پنج شد. اما آخرین صفحه از فلسفه دوازده تأثیر فرهنگی علامه طباطبایی. فعالیت علمی علامه زمانی آغاز شد که اندیشه های جدید اروپایی به ایران آمده بود، مثل تفکرات ماتریالیستی و مارکسیستی. زمانی علامه شروع کرد به فعالیت علمی که از اروپا مکاتب ماتریالیستی و مارکسیستی وارد جهان استقلال ایران شده بود. ماتریالیسم از ماتریال ماده میاد. پس ماتریالیسم یعنی مادیگرایی. اندیشه های الهالی هستند. وی ابتدا جلسات با حضور طلاب مستعد با استعداد گذاشت و توی این کلاس‌هاش نه ایمان فلسفه های جدید در اروپا رو به خصوص پارتیس رو رد میکنه. حاصل اون کلاس‌ها میشه کتاب اصول فلسفه و روش الهالیسم که متحدی برای کتاب شرح نوشته. ترجیح میدادم علامه در حوزه علم اومد یه سری کلاس تشکیل داد با حضور طلاب ممتاز، با حضور طلاب نقد کرد مکاتب ماتریالیسم و مارکسیسم به خصوص مارکسیسم. شهید مطهری به عنوان شاگرد در علامه در این کلاس حضور داشته و در واقع بعدها بر کتاب اصول فلسفه روش رئالیسم و استاد خود شرح نوشته. پس در چی میکنم؟ حاصل کلاسهایی که با طلاب ممتاز میذاره علامه میشه کتاب اصول فلسفه روش رئالیسم. اما در اصول فلسفه روش رئالیسم علامه دو نگاه مهم انجام میده. یک، در این کتاب علامه نقد میکنه ارکان ماتریالیسم رو. دو، یک مورد فلسفه اسلامی برگزار میکنه و پاسخ بسیاری از مشکلات و مسئله‌های فلسفی اون موقع به طلاب میده. ایشون یعنی علامه طباطبایی با استادان دانشگاه ملاقات داشته همیشه، حتی با یکی از فیلسوفان بزرگ اروپایی به نام هارلی در واقع ایشون جلسه داشته. مذهب شیعه رو به این فیلسوف بزرگ اروپایی میشناخته که حاصل اون مباحث کتاب شیعه یه علامه کتابی داره برای شیعه در جهان اسلام. به هر علامه طباطبایی مهمترین کتابش کتاب المیزان. المیزان تفسیر المیزان 20 جلد در مدت 20 سال رو نوشته. تأکید می‌کنم مهمترین اثر علامه تفسیر المیزان، تفسیر قرآن در 20 جلد به زبان عربی و در مدت 20 سال طول کشید اون رو بنویسه. اینجا فلسفه دوازدهم به پایان میرسه. از شماها میخوام با دقت و تلاش بسیار زیاد کتاب فلسفه دوازدهم رو از صفحه اول تا صفحه آخر که الان تدریس کردم مو به مو، کلمه به کلمه، واو به واو با تمام وجودت بخونید، تکرار کنید و به حافظه بسپارید. این شعار منه. شما دو تا کار خوب باید انجام بدید. یک، کتاب خوب بفهمید. دو، خوب به حافظه بسپارید. من مطمئنم با توکل به خدا و با تلاش زیاد خودتون قطعا به حافظه